حاج صادقی رو عزیز مطرح کنیم، مقاله نیویورک تایمز که روز 24 ژانویه یعنی 4 بهمن نوشته شده و هستش که How a ragtag militia in Yemen became a nimble US foe. درسته؟ چگونه یک نیروی آشفته و به شکلی در هم بر هم در یمن به دشمن زیرک ایالات متحده تبدیل شد. خب و مقامات نظامی میگویند که حوثی‌های مورد حمایت ایران تاکتیک‌های جنگ منظم را در طول سال‌ها درگیری علیه ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی کامل کردند. خب این مقاله چی میگه آقای حاج صادقیان؟ من یه نکته اول بگم. این خانم هلن کوپر که یکی از دو نویسنده این مقاله هست، ایشون خبرنگار تخصصی پنتاگون هست و کدهایی که اینجا داره میده کاملا مستند و قابل استناد هست و مشخصا در اثر دسترسی خاص ایشون به مقامات پنتاگون اینجا آورده شده. برای همین خب خود نشریه هم نشریه معتبری هست از این جهت و از نظر صحبت هایی که قراره بشه و به نظر من صحبت ها هم کاملا منطبق به واقع هست. اگر اطلاعاتی اونم در جایی که آمریکا طرف جنگه داره بیرون میده، همزمان با از خودمون بپرسیم که چرا الان داره این اطلاعات رو هم بیرون میده. برای همینه که در واقع صدای پنتاگونه، این چیزی نیستش که مثلا یه نشریه ای علیه خاص پنتاگون منتشر کرده باشه. درسته؟ بله بله. به عنوان اولین چیز تو هم پاراگراف دومش یه نکته ای رو میگه. من این رو میخوام در یک اتمسفر خیلی بزرگتری عرض کنم، اینکه یمنی ها و کلا مقاومت یاد گرفته ارزان به جنگت. ما مدل خیلی ثابت خیلی سابقش رو خیلی نه سابقش رو در پهباد شاهد 136 داشتیم که خیلی نسبت به کارایی که داشته ارزون بوده هزینه تمام شدهش و حتی نسبت به مدل های دیگرش. و اینجا هم پنتاگون، داره این خبرنگار پنتاگون میگه که مدلی که انصار الله برای به عنوان سیستم راداری برای استفاده برای شناسایی کشتی‌ها در دریای سرخ و باب المندب استفاده می‌کنه اینجوری بوده که رادارهای تجاری رو که معمولاً به شکل کاملاً قابل حمل و کاملاً در دسترس در مغازه‌ها و در سایت‌های فروشگاهی بین‌المللی وجود داره، اونها رو اومدن تونستن تغییر کاربری بدن و به شکلی روی خودرو هم نصب کنن و این شده اصل ترین سامانه راداری که انصار الله برای زدن کشتی ها در باب المندب و دریای سرخ ازش استفاده میکنه. یعنی نه سامانه راداری ثابتی جایی هست و نه سامانه راداری خیلی پیشرفته و خیلی مثلا سنگینی. تنها مسئله‌ای که هست هوشمندی مقاومت یمن در استفاده دقیق و حرفه‌ای تر از این سامانه های در دسترس همگان هست. اگه میشه بخشی از این کیف میخونید بخونیم با هم دیگه. خب من حالا ترجمه فارسیش یعنی ترنسلیت شدهش رو میخونم. میگه که یک فرمانده ارشد آمریکایی با اشاره به اینکه حوثی ها موفق شدن سیستم های رادار تجاری را که معمولا در فروشگاه های قایقرانی در دسترس هستند تسلیح کنند و آنها را قابل حمل تر کنند. یک فرمانده ارشد آمریکایی تفنگداران دریایی خود را به چالش کشید تا چیزی مشابه را کشف کنند. تا سپتامبر 2022 تفنگداران دریایی در دریای بالتیک در حال تطبیق سیستم‌های راداری متحرک الهام گرفته از حوثی‌ها بودند. یعنی حتی قدرت الگوی یمنی‌ها ایجاد کردن در ایجاد سامانه‌های راداری برای رصد دریا که خود قدرت برتر نظامی جهان با میلیاردها چند صد میلیارد دلار بودجه سالیانه میاد و الگو رو از اونا میگیره و با استفاده از الگویی که یمنی‌ها و مقاومت ایجاد کرده شروع میکنه کارو پیش ببره. یعنی سعی میکنه اون الگو رو کپی برداری بکنه. واقعا باور نکردنی. یعنی ما این رو مشابهش در اوکراین هم داریم میبینیم دیگه. بالاخره من یه بار گفتم که ایران جنگیدن ارزان رو به جهان آموخت و حتی روسیه ای که از نظر نظامی دومین ارتش بزرگ جهان هم هست مجبور شد و بیاد از این ابزار از این پارادایم ایرانی، چون فقط ابزار نیست پارادایم نحوه اندیشیدنه و اتفاقا این خب محصول تحریم دیگه، اینکه ایران به خاطر تحریم باید بعضی وقت چیپ هاش رو از توی ماشین لباسشویی در می آورد، ماشین ظرفشویی سفارش میده که از توش یه دونه چیپ در بیاره که بتونه روی موشک سوار کنه و غیره، چون همه چیز بسته بود و همین این رو آموخت و تونست به بقیه هم بیاموزه و اینها خب تا حد زیادی ضد تحریم هستن.
سانکشن پروفن، چون دیگه جلوی ماشین لباسشویی که نمیتونی بگیری، ماشین لباسشویی بگیری من با یه چیزی مثلا اسباب بازی بچه. و همینه که این خیلی چیز جالبی که این قایق‌های کوچک، چه قایقی بودش؟ روی خودرو نصب میکنن، رادارهای دریایی رو روی خودرو نصب میکنن و توی ساحل متحرک، چون متحرک هم هست کاملا قابل فرار هست و اصلا نمیتونن بعدن این رادارها رو هدف قرار بدن. خب نکته بعدی چیه؟ اینم به نظرم این پاراگراف هم نکته جالبی داره. میگه که مقامات نظامی آمریکا میگویند که این کار دشواری است، زیرا حوثی‌ها تاکتیک‌های جنگ نامنظم را کامل کردند. این گروه انبارهای تسلیحات بزرگ زیادی برای بمباران جنگنده‌های آمریکایی ندارد و نیروهای نظامی حوثی به طور مداوم با موشکایی که از کامیون‌های وانت در حال پرتاب هستند در حال دور شدن از سواحل هستند. یعنی کاملا الگویی که ما قبلا در لبنان هم داشتیم، در خود مقاومت فلسطین هم به طور مفصل این الگو وجود داره، کاملا قابل با تحرک پذیری خیلی سریع و کاملا ارزان. و برای همین هم هست که حالا آمریکا امشب هم گویا یک حمله مجددی، دو مرحله حمله به استان حجه یمن داشتن همین یکی دو ساعت پیش، ولی خب به قول خودشون انبار سلاح آنچنانی وجود نداره که بخوام بزنن، چون اینا کاملا در حال دائما در حال انتقال هست و در حجم‌های خیلی کوچیک نگهداری میشه. این نکته خیلی خیلی مهمیه که پس در واقع چون این ارتش نحوه جنگیدنش غیر متمرکزه و پشت هر ماشینی هم میتونه سوار شه، برای همین جایی خاص نیست. آمریکایی‌ها پایگاه دارن که توش کشتی، توش هواپیماها هستن، سربازان هستن، کشتی هواپیما بر دارن که توش 70 تا به شکلی هواپیما هستش، ولی یمنی‌ها این ابزارشون میتونه تو خونه چه می‌دونم ناصر عباس یکیش باشه، یکیشون تو زیرزمین محمد قاسم باشه، یکیشون توی گاراژ فلانی باشه و اون یکی پشت تراکتور فلانی باشه. برای همینی که اصلا آمریکا نمیدونه بعد به چی حمله کنه، به کی حمله کنه، کجا رو بخواد بزنه. این جنگیدنه خیلی نامتقارنه. ما از جنگ نامتقارن حرف زده بودیم که بالاخره یه مجاهد یه چریکی با یه RPG-7 میره مثلا مقابل چی، ولی نامتقارنه اینه که این پخش بین این سری آدم معمولی پا برهنه و اونور اصلا میشم چیزی که داره F-35ه. F-35 هر بمبش چقدره؟ چند ده هزار دلار، چند صد هزار دلاره، درسته؟ هر حمله، هر سورتی پروازش کلی هزینه شه. بعد بره اونجا که پارکینگ کسی بزنه، چون دو تا درونه، دو تا پهباد مثلا ممکنه روش باشه که کلا قیمتشون به 30000 دلار نرسه. اینجا یه بخش دیگه هم هست خیلی جالبه، اون مدل الگوبرداری که ارتش آمریکا سعی میکنه الگوی انصار الله رو کپی برداری بکنه. میگه که مانورهای متحرک حوثی ها به قدری بر علیه عربستان سعودی جواب داد که تفنگداران دریایی تلاش آزمایشی را برای کپی برداری از آنها آغاز کردند. آنها یک رادار متحرک در اصل یک رادار را در که شما می توانید با حدود $3000 در فروشگاه سیمارت هالو 24 تهیه کنید را توسعه دادند که می تواند روی هر قایق ماهیگیری قرار گیرد. تنظیم آن 5 دقیقه طول می کشد و میگه که بعد میگه تفنگداران دریایی مانند حوثی‌ها به دنبال چگونگی استفاده از رادارها برای ارسال داده‌ها در مورد آنچه در دریا می‌گذرد بودند. یعنی الگو رو به طور کامل کپی کردند و خود آمریکایی‌ها سعی کردن این الگو رو استفاده کنند چون بسیار ارزان و بسیار کارآمد بود. این واقعا فوق‌العاده است. یعنی اصلا اینکه این واقعا چون سرعت عملی که داره و کاری که داره میکنه. حالا یه مثالی یه موقعی آقای پژمان مدنی‌زاده توی برنامه‌های ما زد، گوش که میپرسن که من چطور ممکنه مثلا به عقل، حالا به ویژه ذهن غرب زده، یعنی به عقل آمریکایی‌ها نرسیده، بعد به عقل 4 تا پابرهنه مثلا حوثی و این جمهوری اسلامی که مثلا وضع مثلا فلانش اینه و فلانش اقتصادش اینه اینا تونستن. و جوابش این بود که توی اون جنگ سرد و توی اون به قول معروف ریس و رقابتی که بین آمریکا و شوروی بود، خب آمریکایی‌ها مثلا هزینه خیلی سنگینی کردن برای اینکه خودکاری بسازن که تو فضا بدون جاذبه هم بتونه کار کنه. روسا این کارو نکردن، رفتن مداد ساختن، با مداد نوشتن. خب برای اینکه نحوه فکر آمریکایی‌ها اینه که همیشه باید خیلی پیچیده باشه و پشتش هم حالا یه چیزی که هست اینه که پشتش هم ملیتاری
اینداستریال کامپلکس یا اون مجتمع صنعتی نظامی که همه چیز میخواد گرون در بیاره، درسته؟ همین اصلا دنبال ارزون سازی نمیره، هر چقدر گرون تر باشه از جیب تکس پیرها و مالیات دهنده آمریکایی بیشتر خارج میشه، ولی این ورشون نداره. اجبار مادر اختراعه، درسته؟ اجبار و نداشتن مادر اختراعه. برای همینه که همونطور که ایران تونست موشکاشو خیلی ارزون در بیاره و از موشک یه سلاح چه میدونم تاکتیکال بسازه، اینها هم تونستن چنین کاری انجام بدن. بسیار خوب، نکته بعدی. به نظرم بریم وارد بقیه یاد داشته باشیم، چون تقریبا به نظرم نکات اصلیش رو عرض کردیم. مسئله اصلیش این بوده که انصار الله با استفاده از رادارهای تجاری که توی تمام فروشگاه تجهیزات دریایی وجود داره و با تنظیمات دقیق تر اونها تونسته راداری درست کنه که بتونه باش کل باب المندب و دریای سرخ رو به صورت متحرک زیر رادار ببره و کاملا بهش تسلط داشته باشه، که خب نتیجه عملیاتی این رو هم همین الان میتونیم ببینیم. با وجود اینکه انصار الله آمریکا مدعی 5-6 مرحله سایت های راداری ثابت و اصلی انصار الله رو هدف قرار داده، انصار الله دیگه به اینکه توی دریای سرخ کشتی های آمریکایی رو بزنه، وارد توی خلیج عدن یعنی در عرض بیشتری و در فاصله بیشتری داره هدف قرار میده، و این دقیقاً یه جور تحقیر آمریکایی ها هست که ما هنوز توانایی راداریمون سر جاش هست و توانایی شناساییمون سر جاش هست و میتونیم با شما درگیر بشیم. به نظرم این گزارشی که از CNN هست در مورد حمله‌ای که دو سه روز پیش انجام شد به ناو آمریکایی، این به نظرم گزارش جالبی هست. یعنی این علاوه بر ارزان بودن، ما دقت و کیفیت این چیز رو هم داریم، این تسلیحات رو هم داریم. در اینجا رسما CNN اعتراف میکنه که برای نخستین بار در سالهای اخیر موشکی که به سمت ناو آمریکایی شلیک شده تونسته از پدافند دوربرد ناو رد بشه و پدافند برد نزدیک ناو آمریکایی در فاصله 1 مایلی موفق به انهدام موشک شده. حالا با توجه به سرعتی که موشک داره، شما ببینید 1 مایل یعنی چند صدم یا چند دهم ثانیه برای تا رسیدن موشک به بدنه ناو، و این اتفاق خیلی مهمی هست. شاید یه جوری بگیم که آمریکایی‌ها با این حماقتشون که وارد درگیری مستقیم با یمن شدن، فرصت تست گرم رو به یه سری از تسلیحات مقاومت دادن تا یه سری از چه بسا اشکالاتشون هم گرفته بشه. این گزارش هم به نظر من اتفاق خیلی مهمی هست و اینجا میگه که سامانه CIWS میگه که این سامانه فعال شده، که سامانه هست که برای و این موفق شده موشک انصار الله رو پدافند کنه، و سامانه هست که برای برد کوتاه و در فاصله خیلی نزدیک به ناو فعال میشه. این نتیجه خیلی جالبی، چون میگه که اینها اولا در 8 مایلی یعنی تقریبا میشه 13 کیلومتر، و in the past these missiles have been intercepted by US destroyers in the area at a range of 8 miles or more. تقریبا 12 کیلومتر در فاصله 12 کیلومتری کشتی اینها رو انترسپت میکرد، ولی USS Gravely had to use its closing weapon system CIWS رو مجبور شد فعال کنه برای اولین بار از زمانی که این رهگیری های موشکی اتفاق افتاد در سال گذشته. حتی میگه موفق شد که جلوشو بگیره، ولی این دفعه در رنج خیلی 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 کمتری بوده. چون من فاصله رو میگه که تو همون پاراگراف اول هست که میگه 1 مایلی، تو همون خط دوم نوشته میگه در فاصله 1 مایل. این دفعه کارش به حیث به هزار متر اینها رسیده، درسته؟ بله من احتمالاً زیر 1500 متر زیر 1500 متر بوده، و این خیلی عجیبه. یعنی تا 1500 متری این کشتی موشک حوثی ها اومده، و این خیلی خیلی عجیبه که تونسته از اینجا رو اهلی کنه. ما برنامه در مورد موشکی داشتیم که خب بالاخره اون دنبالچه‌هایی که مثلا داشته، موشکایی که اضافه شده در مورد ایران حداقل، کار رهگیری رو خیلی خیلی سخت کرده، و حالا احتمال داره که این تکنولوژی به انصار الله و به یمن هم داده شده باشه، و این اتفاق بعدیه. پس ما میبینیم که جنگ ارزان و همزمان هم
تا جایی که اینها مجبورن که از دو لایه پدافندشون استفاده کنن. درسته لایه اول کار نمیکنه که در 8 مایلی، در 15 کیلومتری، در 12 کیلومتری. لایه دوم که موشکای خیلی خیلی گرانتر احتمالاً CIWS اونها فعال میشن و اون میتونه راهگیری کنه و این خودش پیروزی محسوب میشه. بله و دقیقا نکته بعد و نکته مهمتر رو به نظر من AP توی گزارشش گفته که توی اون پاراگراف آخرش دقیقا اشاره میکنه که این مقاله اتفاق ای بعد معرفی از دهیه. من اول مقاله AP معرفی کنم، بگه یمن هوسی ریبلز فایر میسایل ات US وارشیپ اسکلیتین ورس میدل ایست سی کانفلیکت این دکیدز. میگه هوسی های یمن یک موشکی رو به سمت کشتی هواپیما بر آمریکا شلیک میکنن که به شکلی باعث افزایش خیلی خیلی شدید و بی سابقه تنش ها برای اولین بار برای چند دهه مختلف میشه. خب و بعد در اینجا اون پاراگراف آخری که شما اشاره میکنید، بله نکتهش اینه که خدا رحمت کنه شهید نادر مهدوی رو دقیقا ارجاع میده که آقا این درگیری ها شبیه همان درگیری هایی هست که در دهه 80 به جنگ نفتکش ها در خلیج فارس مشهور شد و در اون در یک نبرد در یک روز درگیری دریایی بین تهران و واشنگتن توی خلیج فارس به شدت افزایش پیدا کرد و بعد از اون بود که آمریکایی ها در نامردی تمام هواپیمای مسافربری ایران رو اصطلاحاً به چیز حالا گردن نگرفتن ولی به انتقام اون ضربه‌ای که رزمندگان ایرانی به ناو آمریکایی زدن هدف قرار دادن. این جمله ای پی ها، جمله آقای حاج صادقیان نیستش. پس واقعا جمله آسوشه پرس اینه که the US Navy top Middle East commanders told AP. این فرمانده ارشد آمریکاست که داره به آسوشیتد پرس میگه که روز دوشنبه در حوثی اتکس ورد ورسینز، این حمله حوثی ها بدترین از دهه 80 و حمله جنگ تانکرها و نفتکش ها بود که بین اونها و ایران اتفاق افتاد. پس این نکته خیلی مهمیه. پس و این بک‌گراند شما بگی، این مال 24 ژانویه است، یعنی مال 4 بهمنه. قبل از اون دو سه تا عملیات آمریکایی انجام داده بودن و فکر می‌کردن که حوثی‌ها عقب می‌کشه، انصار الله عقب می‌کشه، درسته؟ بله بله. و انصار الله بعد از اینکه این اتفاق افتاد نه فقط عقب نکشیدن بلکه رونمایی کردن عملاً از یک سری موشک‌های جدید. در واقع عرض کردم فرصت تست گرم به یه سری از تکنولوژی‌های مقاومت آمریکایی‌ها دادن و از این باب به نظر مقاومت خیلی هم خوشحاله، در حالی که خودشون اعتراف کردن و گفتیم که روی زمین چیزی وجود نداره برای انصارالله که بخوام بزنن. انصارالله چیزای زیادی اونجا توی دریا وجود داره که بخواد سیدشون کنه از ناوهای آمریکایی و اگر سید هم نشه حداقل فرصت تست گرم یک سری از تکنولوژی‌های مقاومت اونجا به خوبی فراهم هست.